او حاجی در شکست، در شکست. بامداد روز 6 مرداد 1401 سیل در منطقه امامزاده داوود در شمال غربی تهران ده ها کشته بر جای گذاشت. تصاویر وحشتناکی که از این حادثه منتشر شده این هراس را به وجود می آورد که اگر چنین سیلی در داخل شهر تهران رخ دهد چه فاجعه ای به بار خواهد آورد. قبل از پاسخ به این سوال باید ببینیم آیا سیل امامزاده داوود و رویدادهای مشابه قابل پیشگیری است و چه دستگاه‌هایی در این زمینه مسئول هستند. پاسخ کوتاه به این سوال مثبت است. اولا باید گفت 80% سیلاب‌های مهم تهران در 6 ماه نخست سال رخ دادند، یعنی وقوع سیل در تابستان نه تنها عجیب و دور از انتظار نبوده بلکه تجربه‌های تلخی از آن نیز وجود داشته. عجیب این که یکی از شدیدترین سیل‌های چند دهه اخیر تهران در منطقه گلابدره تجریش که 270 کشته هم داشته در 4 مرداد سال 66 رخ داده. مقایسه کنید با سیل اخیر امامزاده داوود که در 6 مرداد 1401 رخ داد. رودخانه کند ساعت 12 ظهر. جالب اینجاست که سیلاب‌های اخیر رودخانه کند در دهه 90 نیز غالباً در تابستان رخ دادند. فارغ از این پیش بینی پذیری، مسئولیت پیشگیری از این دست سیلاب ها هم بر عهده دست کم 2 دستگاه دولتی شامل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و نیز شهرداری است. برای توضیح بیشتر باید گفت سیل مذکور در حوزه آبریز رودخانه کن اتفاق افتاده است. حوزه آبریز بیش از 18000 هکتار را در بر می‌گیرد. 3 آبراهی اصلی نیز دارد که در نهایت همه آنها به رودخانه کن می‌ریزند. کیگا یا همان امامزاده داوود یکی از این آبراه ها به شمار می رود. آبراه دیگر کشار است و آبراه سوم نیز از سمت رندان و سنگان آمده و با هم تلفیق می شود. از شمالی ترین نقطه مسکونی تهران تا جنوبی ترین دشت های شهر ری بیش از 900 متر اختلاف ارتفاع وجود دارد. 7 رودخانه هم از پایتخت عبور می کنند. حوزه آبریز کن هم به کوهستان های مرکزی البرز مشرف است. وقتی آب از کوهستان البرز سرچشمه میگیرد همراه آن گلولای شاخ و برگ و تخت سنگ هم میآید که به این نورود آب که صرفاً آب نیست و تلفیقی از یک مایه خمیری شکل است که از کوهستان میآید جریان واریزه‌ای میگویند، یعنی همان اتفاقی که در امامزاده داوود رخ داده. مسئول اصلی پیشگیری از این سیلاب در حوزه برون شهریان تا سر دروازه شهر دولت و به طور مشخص‌تر 2 وزارتخانه جهاد کشاورزی و وزارت نیرو است. شرکت آب منطقه‌ای وزارت نیرو باید به طور مستمر رودخانه را لایروبی، پاکسازی و ایمنسازی کند و هم از نظر عمرانی و هم رفت و روب نگهداری درستی داشته باشد تا گذردهی آب به شکل مطلوبی انجام شود. در مورد امامزاده داوود بخشی از رودخانه درست از زیر محوطه امامزاده عبور می‌کند، یعنی بخشی از رودخانه مسقف است و دقیقاً همان نقطه به یک گلوگاه سیلابی تبدیل شده. طبعاً این وظیفه وزارت نیروست که مشکل مسقف بودن آن بخش از رودخانه را برطرف کند که البته کاری در این زمینه صورت نگرفته است. کار آبخیزداری انجام داده به صورت احداث سازه‌های سنگی ملاتی، احداث سازه‌های سنگی گاویونی، خشک چین و که هم کنترل سیل انجام بده و هم اینجا که امامزاده داوود هستش و علاوه بر اینکه سیل خیز هستش بهمن خیز هم هستش دو کار کرد خواهد داشت. وزارت جهاد کشاورزی نیز مسئولیت دارد تا در ورودی‌های آب در بالادست یعنی در کوهستان تأسیسات آبخیزداری را پیاده سازی کند. آبخیزداری در کشور به مدت چند دهه اجرا شد اما در نهایت رها شد. در حال حاضر تأسیساتی برای آبخیزداری موجود است اما از آنها به درستی نگهداری نشده و خوب تخلیه نمی شود. در نتیجه عملکرد سازه ها از حالت مطلوب خارج شده. آبخیزداری یک طرح توسعه هم دارد که عملا اجرا نمی شود. در داخل شهر تهران نیز مسئولیت مدیریت سیلاب بر عهده شهرداری است. شهرداری تهران حتی یک مسئولیت ویژه هم دارد، زیرا با وجود آنکه مسئولیت مدیریت بحران کشور بر عهده سازمان مدیریت بحران است اما وزیر کشور در حکمی علیرضا زاکانی شهردار تهران را
به عنوان جانشین خود در ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران کلان شهر تهران منصوب کرده است. بر اساس آنچه در سند طرح جامعه آب‌های سطحی شهر تهران آمده، پایتخت نیاز به 700 کیلومتر شبکه مدیریت سیلاب دارد. از سالیان گذشته این شبکه به مرور ایجاد شده و اکنون 530 کیلومتر طول دارد، یعنی طولی بیش از بزرگراه‌های تهران و به اندازه فاصله تهران تا کرمانشاه. با این حال مشکل اصلی در نگهداری این شبکه است. این شبکه در واقع مجموعه ای از آبراه‌های زیرزمینی برای هدایت سیلاب در زیر خیابان‌های تهران است. اکنون تقریبا رها شده و کف و سقف آن به شدت آسیب دیده است. از طرفی بسیاری از تأسیسات شهری مانند لوله‌ها و سیم‌ها نیز از آن عبور کرده که به فرسودگی آن منجر شده است. بلوار اشرفی اصفهانی وضعیت خیلی بد داره میشه، ماشینا دیگه نمیتونن ادامه بدن. فرسودگی این شبکه هر چند وقت یک بار مشکلاتی را برای شهروندان به وجود می آورد. مثلا بخشی از فرونشست ها و ریزش های ناگهانی خیابان های تهران ناشی از فرسودگی این شبکه است. همچنین مسدود شدن این شبکه در برخی نقاط باعث آب گرفتگی معابر پایتخت شده است. موضوعی که دوستان امروز زحمتشون می کشن بخشی از سناریوی پیشبینی سناریوی حادثه شهر تهرانه. به جز این شبکه مدیریت سیلاب، شهرداری تهران در سال 99 در دوره پیروز حناچی تعدادی سامانه هشدار زلزله، سیل و یخبندان خرید که این سامانه ها توسط سازمان مدیریت بحران شهر تهران در نقاط مختلف نصب و از آنها بهره برداری شد. گفته می شود از قضا 3 سامانه نیز در امامزاده داوود نصب شده. یکی از آنها سامانه پیشبینی آنلاین وقوع سیل است، دیگری سامانه باران سنج که دبی آب باران در کوههای بالادست را اندازه گیری می کند و سومی سامانه سد سنج که سطح آب رودخانه کند را اندازه گیری می کند. شایعه ای تایید نشده می گوید این سامانه ها در زمان شهرداری علیرضا زاکانی غیر فعال شدند. اکنون سوال این است که اگر این موضوع صحت دارد، دلیل غیر فعال شدن این سامانه ها چیست؟ و اگر صحت ندارد و شهرداری اندکی قبل از وقوع سیل از آن آگاه شده، چرا این اتفاق با استفاده از این سامانه آنلاین به دستگاه‌های مربوطه اعلام نشده و چرا برای تخلیه فوری امامزاده داوود دقایقی قبل از وقوع سیل اقدامی صورت نگرفته است؟ حالا به این سوال برمیگردیم که اگر سیل مشابه و شدیدتری رخ دهد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ رودخانه یکن از بالادست منطقه 22 و منطقه 5 وارد شهر تهران می شود. از بوستان جوانمردان و از بین کارخانه ها در مناطق 9 و 21 هم عبور می کند. این رودخانه سپس به منطقه 18 و پرخطرترین نقطه تهران در جنوب بزرگراه فتح می رسد. جایی به نام شنچاله های شهر تهران که مساحت بسیار زیادی دارد و گودهایی به عمق 100 متر در آن ایجاد شده. دلیل ایجاد این گودها آن است که در گذشته بخش خصوصی و برخی نهادها در آن منطقه اقدام به برداشت غیر مجاز ماسه کردند. حالا اگر سیلاب شدید با آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی، لایروبی و ایمنسازی شرکت آب منطقه‌ای و شبکه مدیریت آبهای سطحی شهرداری تهران مهار نشود، با شدت زیادی به منطقه 18 میرسد و شنچاله ها را نابود میکند. فاصله رودخانه با شنچاله ها فقط 5 متر است. در نتیجه اگر این فاصله کم باعث فرو ریختن دیواره های شنچاله ها که 100 متر عمق دارند شوند، بخش مسکونی جنوب منطقه 18 تهران در پایین دست میدان القدیر به طور کامل نابود می شود و چه بسا تعداد کشته های آن یک فاجعه بی سابقه را رقم بزند. آبا نگاه. آیا با وجود این همه تجربه مشابه و وحشتناک، تهران همچنان باید در حراس از وقوع یک فاجعه جدید شب و روز را سپری کند؟